جزایر شگفتی. این اسم مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک لندنه. این نام با الهام از نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر برگزیده شده. 6 ماه مونده به آغاز این بازی‌ها، نظری می‌اندازیم به این موضوع. دنی بویل کارگردان هنری و استیون دالری تهیه کننده ارشد بخش هنری این مراسم، در نشستی خبری جزئیات نامگذاری و انتخاب موضوع مراسم افتتاحیه را اعلام کردند. به گفته دنی بویل، موضوع مراسم درباره سرزمینی است که آلوده به زباله‌های صنعتی است و سپس از این آلودگی پاک می‌شود. تخمین زده می‌شود مراسم افتتاحیه که روز 27 ژوئیه برگزار می‌شود، بیش از 1 میلیارد بیننده تلویزیونی داشته باشد. دنی بویل گفته است که می‌خواهد مردم برای صدها سال این صداها را بشنوند. بویل که ساختش میلیونر زاغنشین 3 سال پیش چند جایزه اسکار به دست آورد، در نظر دارد بزرگترین ناقوس اروپا را در استادیوم محل برگزاری مراسم آویزان کند. بویل در این نشست خبری گفت که ساخت این ناقوس 27 تنی از جمعه 27 ژانویه آغاز شده و بر روی آن جمله نه هراس جزیره پر از هیاهوست از نمایشنامه طوفان حک خواهد شد. همچنین اعلام شد که 900 کودک و نوجوان از 6 منطقه شهرداری لندن و همچنین 10 ها پرستار در مراسم افتتاحیه و اختتامیه حضور خواهند داشت. برای اجرای این مراسم از 1650 دانش آموز 18 دبستان و 7 دبیرستان در هفته‌های گذشته آزمون به عمل آمده است. استیون دالدری، تهیه کننده ارشد بخش هنری 4 مراسم افتتاحیه و اختتامیه المپیک و پار المپیک، گفت که آنها بزرگترین نمایش‌های روی زمینند. برای اجرای مراسم افتتاحیه 27 میلیون پوند و برای مجموع 4 برنامه 81 میلیون پوند بودجه تعیین شده است. هزینه اجرای مراسم افتتاحیه المپیک 2008 پکن 65 میلیون پوند بوده است.